از واشنگتن با ماست. کاوه، داستان پیچیده‌ای بود و سناریوهای مختلفی داشت. به نظر می‌رسه داره به پایان خودش نزدیک میشه. بله، تمام شواهد حاکی از این هست که به هر حال این ماجرا با پرواز شهرام امیری به ایران در چند ساعت آینده یا حداکثر در یکی دو روز آینده به پایان خودش خواهد رسید، ولی کماکان علامت سوال‌های متعددی که در این قضیه وجود داشت باقی مانده و پاسخی برای پرسش‌های خیلی زیادی که مطرح بود داده نشده. از جمله همینطور که در گزارش دیدیم، ضد و نقیض بودن اظهارات آقای امیری در ویدیوهای مختلفی که در یوتیوب منتشر کرد و همینطور اظهارات متناقض ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها، مقام‌های دولتی دو کشور که یکی میگوید آقای امیری به خواست خودش آمده به آمریکا، حتی پناهنده شده، و دیگری میگوید که ربوده شده، بیهوش شده و به زور برده شده و تمام این مدت هم زیر فشار بوده. واقعیت مسئله چیست شاید هرگز روشن نشه. خیلی از رسانه ها از صبح امروز این تحول اخیر رو مخصوصا یک شکستی برای سازمان های اطلاعاتی آمریکا تلقی کردند. بستگی به این داره که از چه زاویه‌ای به این قضیه نگریسته بشه. اگر آقای شهرام امیری واقعا یک دانشمند هسته‌ای بوده و دسترسی به اطلاعات حساسی داشته در مورد برنامه هسته‌ای ایران، ممکن هست که اون اطلاعات الان در اختیار مسئولان آمریکا باشه و به هر حال با این بهره‌ای که گرفتند از این ماجرا و اطلاعات رو در واقع تخلیه کردن، الان دیگه نیازی به شهرام امیری نداشته باشند. اگر نبوده این مسئله، که در واقع می شود گفت که آمریکا وارد یک ماجرای بی‌حاصلی شده، اون چیزی که به نظر میرسه در نهایت تثبیت بشه این است که از نظر تبلیغاتی به هر حال سکوت بیش از یک ساله آمریکایی ها و الان برگشتن شهرام امیری به ایران از نظر تبلیغاتی به نفع ایران خواهد. بله، خب همونطور که اشاره کردیم موضوع جالب این بود که در یک سال گذشته آمریکایی ها هیچ اظهار نظری نکردند و امروز در سطح وزیر خارجه خانم کلینتون میاد و میگه که شهرام امیری آزاد هست و میتونه به کشورش برگرده. این به نظر موضوع جالبی میاد. خیلی، اینم از نکاتی است که از آغاز ماجرا هرگز روشن نشد. البته اگر که مشابه این قضیه رو هم اگر بشه گفت نگاه کنیم، در ایران اتفاق افتاده، رابرت لوینسون هست، مأمور سابق FBI که حدود بیشتر از 3 سال الان از جزیره کیش ناپدید شده. آخرین باری که دیده شد در اونجا بوده. آمریکایی ها میگویند که لوینسون در اختیار مقام های ایران هست و ایران در این مورد اظهار نظری نکرده و ابراز بی اطلاعی میکنه. به نظر میرسه که به هر حال این هم بخش دیگری از جنگ اطلاعاتی بین دو طرف باشه که همیشه سعی میکنن طرف مقابل رو در ابهام نگه دارن یا با دادن اطلاعات نادرست گمراه بکنن. ممنونم از شما، کاوه باسمنجی از واشنگتن.